با عرض سلام و سپاس فراوان از مهمان هنرمند و استاد به نام موسیقی جناب آقای دکتر رضا والی و دوست عزیزمان جناب بهروز امامی که موجب این دعوت و آشنایی شدن، سروران و دوستانی که در این برنامه و برنامه های دیگر به ما میپیوندند به اطلاع میرساند که کانون فرهنگی ایرانیان اتلانتا مرکزی غیر سیاسی، غیر مذهبی، مستقل و صرفا فرهنگی است که با کمک های ایران دوستان و حق عضویت اعضای محترم در آستانه 36 سال فعالیت خود قرار گرفته است و محققاً سالیان دراز دیگر در خدمت فرهنگ کشور عزیزمان ایران خواهد. با کمک های مالی و عضویت خود از کانون فرهنگی ایرانیان اتلانتا حمایت فرمایید. حال به معرفی آقای دکتر رضا والی میپردازم. دکتر رضا والی در سال 1331 در قزوین متولد شدند. ایشان در هنرستان عالی موسیقی یعنی کنسرواتوار تهران تحصیلات عالی خود را آغاز کردند و در نزد استادان به نام موسیقی آقایان حسین ناصحی و منوچهر بگلری به فراگیری ترومبون و ترومپت پرداختند. در سال 1351 راهی اتریش شدند و در دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین آهنگسازی آموختند و لیسانس آموزش موسیقی و فوق لیسانس آهنگسازی دریافت کردند. سپس در سال 1357 به آمریکا آمدند و از دانشگاه پیتسبرگ دکترای آهنگسازی و تئوری موسیقی دریافت کردند و از سال 1364 استاد دانشگاه کارنگی ملون و سرپرست استودیوی موسیقی رایانه این دانشگاه هستند. دکتر والی موسیقیدان سمفونیک ایرانی هستند. ایشان از دوران تحصیل در اتریش تا کنون آهنگسازی می کنند که برخی از آنها را ارکسترهای متعددی چون ارکستر سمفونی سیاتل، ارکستر سمفونی شیلی، ارکستر فیلارمونیک شمال شرق پنسیلوانیا و ارکستر مدرن بوستون اجرا کردند. آثار مجلسی ایشان نیز توسط گروه های نظیر انسامبل کوارتت لاتینو امریکانو و کوارتت کرونوس اجرا شده است. ایشان جوایز متعددی در زمینه کار خود دریافت کردند، از جمله جایزه افتخار از وزارت علوم و هنر اتریش در سال 1976، شورای فرهنگی ایالت پیتسبرگ و در سال 1991 عنوان هنرمند برجسته مهاجر را به این آهنگساز نامی اعطا کردند. ساختهای ایشان در 1995 و 2004 در دو لوح فشرده در امریکا منتشر شده است. در یکی از آنها فولکلور ایران سه اثر دکتر والی را کوارتت لاتینو امریکانا و ارکستر فیلارمونیک کارنگی ملون و در دیگری سه اثر دیگر ایشان را ارکستر مدرن بوستون اجرا کردند. از دیگر آثار ایشان آوازهای محلی برای آنسامبل‌های مختلف کنسرتو و دیلمان برای ارکستر سروش برای آواز گروهی و ارکستر و کوه یخ برای پیانو باشد. دکتر والی همچنین در سال 1399 برای آهنگسازی موسیقی سرنا برنده جایزه باربد در 36 جشنواره موسیقی فجر شده. امشب آقای دکتر رضا والی درباره آثار خودشون برای ما صحبت میکنن. از طرف کانون فرهنگی ایرانیان اتلانتا و کمیته فرهنگی آن از شما بی نهایت سپاسگزاریم که دعوت ما رو قبول کردید و باز هم از آقای بهروز امامی تشکر میکنم که موجب این دعوت شده. برای ما بسی افتخاره که هنرمند و استاد به نام ارزنده امشب مهمان کانون فرهنگی ایرانیان اتلانتا هستند. آقای دکتر خواهش میکنم که بفرمایید که ما سراپا گوش هستیم. خیلی ممنونم، با سپاس و درود به همه دوستان و سپاس فراوان
از کانون فرهنگی آتلانتا که از من این دعوت کردن، باعث افتخار من هست که بتونم چند کلمه در مورد کارهام با دوستان این رو در میون بذارم. و در واقع من اون چیزی که میخواستم بگم نوشتم، و اگر یه مقدار نگاه میکنم به طرف پایین یا یه جایی رو ورق میزنم، به خاطر این هست که این در واقع بیاد به خاطرم که چه مسئله رو میخوام بگم. اول سخنرانیم شرح زندگانی کوتاه من بود که دکتر ورزگر به خوبی ایشون این رو گفتن و ازشون خیلی متشکرم. و در واقع من دیگه شرح زندگانیمو نمیگم، فقط یه مسئله رو میخواستم بگم، اینی که من در سال 1346 به هنرستان عالی موسیقی رفتم. یعنی من در سال 1331 در قزوین متولد شدم، ولی خانواده من در سال 1340 به تهران اومدم و در واقع کوچ کردن به تهران، و من در سال 1346 به در هنرستان عالی موسیقی به تحصیل ادامه دادم. مسئله که اینجا میخواستم بگم و بعداً در زندگی موسیقیایی من نقش خیلی مهمی رو بازی کرده، اینی که در هنرستان عالی موسیقی به ما موسیقی ایرانی آموخته نمیشد و حتی ما رو تنبیه میکردن اگر موسیقی ایرانی میزدیم. به ما میگفتن که فواصل موسیقی ایرانی خارجه، یعنی فالشه، به خاطر اینکه فواصل رو پرده داره موسیقی ایران. بعدم فهمیدم که این فواصل موسیقی اروپاست که در حقیقت خارج و فالشه، برای اینکه فواصل موسیقی ایران در واقع از فواصل طبیعی استخراج شده و کاملا فواصل طبیعی هست. من بعد از 33 سال تدریس در دانشگاه کارنگی ملون، همونطور که خانم دکتر ورزنده عرض کردن، از سال 1988 در دانشگاه کارنگی ملون مشغول به کار شدم. مدت 10 سال مدیر استودیو الکترونیک دانشکده موسیقی بودم، همچنین کلاس های ارکستراسیون، تئوری موسیقی، آهنگسازی رو درس دادم. در سال 2022 بعد از 33 سال تدریس از دانشگاه کارنگی ملون بازنشسته شد. گفتمان من به 2 تا موضوع هست، در واقع 3 تا موضوع. دوره های آهنگسازی من به 3 دوره تقسیم میشه. دوره اول دوره مدرنیست است که دوره تحصیل من در وین و در دانشگاه پیتسبورگ است. این دوره مصادف است با اواخر سالهای 1970 تا 1990. دوره دوم دوره کار بر روی موسیقی محلی ایرانه که این دوره تقریبا از 1990 تا سال 2000 میلادی میشه. دوره سوم دوره بازگشت به موسیقی ایران و سیستم دستگاه مقام هست که این دوره از سال 2000 میلادی تا کنون رو در بر می‌گیره. همطور که گفتم در هنرستان عالی موسیقی به ما موسیقی ایرانی تدریس نمی‌شد و ما فقط موسیقی اروپا، یعنی باخ و بتوون و موزارت و غیره را یاد می‌گرفتیم. اما من از همون دوره جوانی به موسیقی محلی ایران علاقه خیلی خاصی داشتم. شروع کردم به جمع‌آوری موسیقی محلی. وقتی در ایران بودم قبل از اینکه بیام به اروپا، از کهنسالان خانواده می‌خواستم برایم ترانه بخونن و اونا رو یادداشت می‌کردم. وقتی به اروپا آمدم جمع‌آوری به صورت کاست، نوار، بعداً سی دی، و این وقتی به آمریکا آمدم این رو تعقیب کردم که بعداً شد سی دی، که من مجموعه وسیع از آوازهای محلی ایران رو دارم. رفتن من به اروپا در اوایل سال 1970 مصادف بود با اوج مدرنیسم در موسیقی اروپا و من هم مثل خیلی از آهنگسازان جوان
تحت تاثیر مدرنیسم اروپایی بودم که آثار دوره اول من بر این روال بوده که من در مورد آثار اولم صحبت نخواهم. اما در سال 1978 یک قطعه برای آواز و پیانو نوشتم به اسم چهار آواز محلی ایران. در این قطعه آوازها آوازهای محلی و ساده ایران هستند. آواز خیلی ساده است. و به خاطر سادگی آواز این قطعه با تشویق خیلی زیادی روبرو شد و من رو تشویق کرد که این روند رو ادامه بدم، که این آغاز دوره دوم آهنگسازی من. ابتدا قطعاتی نوشتم برای آواز و پیانو بر اساس موسیقی محلی ایران، اما بعدا این رو گسترش دادم به قطعاتی برای آواز و گروه مجلسی، آواز و ارکستر و ترانه های بدون کلام، یعنی برای سازهای، یعنی برای سازهای مثل فلوت، ویولونسل، کوارتت زهی، سازهای زهی و غیره. من این آوازها رو در مجموعه های مختلف دستبندی کردم و برای مجموعه ها شماره گذاری کردم به این ترتیب: آوازهای محلی شماره 1، آوازهای محلی مجموعه شماره 2، آوازهای محلی مجموعه شماره 3 و الی آخر. تا به امروز 18 مجموعه از آوازهای محلی ایران نوشتم، یعنی آوازهای محلی مجموعه شماره 1 تا مجموعه شماره 18. هر مجموعه بین 4 تا 8 ترانه محلی رو شامل میشه. من این ترانه ها رو به دو دسته، به دو بخش وسیع تقسیم کرد. یک، ترانه های محلی اصیل یا آتنتیک. مقصود من از ترانه های محلی اصیل ترانه هایی هستند که وجود دارن و برخی خیلی شناخته شدن، مثل مانند مستم مستم، دختر شیرازی و غیره. دو، کتگوری دوم، ترانه های محلی مجازی یا imaginary folk songs. ترانه های محلی مجازی ساخته خود من هستن که به سبک ترانه محلی یک منطقه از ایران ساخته شد، مثل ترانه های به سبک ترانه های محلی آذربایجانی یا خراسانی یا غیره. مجموعه های ترانه های محلی در واقع امتزاجیه از ترانه های محلی اصیل، یعنی authentic folk song، و ترانه های محلی مجازی. یعنی من چند تا از ترانه های محلی از اصیل رو با ترانه های مجازی مخلوط میکنم و این به صلاح مجموعه ترانه میشه. در اینجا دو نمونه از این ترانه ها رو با هم میشنم، که اگر من این رو ترانه اول یک ترانه محلی لوریه که موومان دوم ترانه های محلی مجموعه شماره 10 میشه. فکر میکنم این ترانه برای دوستان آشنا باشه. من اینو میخونم، من خواننده نیستم، ولی میخوام برای اینکه دوستان آشنا بشن این ترانه رو برای شما بخونم. این ترانه لوری اینجوریه: دا را لا دا را را دا 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 را. در واقع ترانه لوری در اینجا با ارکستراسیون اروپایی مخلوط میشه و یه سنتز جدیدی رو ارائه میده. در اینجا با هم ترانه لوری رو گوش میکنیم. Oh,
خواننده ترانه خانم جنا بیتی بود و ارکستر مدرن بوستون هست که کنداکتر اون رهبر اون آقای گیل روز هست. میخواستم عرض کنم که تقریبا تمام قطعه من در اینترنت یعنی توی یوتیوب موجود هست و اگر دوستان مایل باشن میتونن برن روی یوتیوب و اینا همه در یوتیوب همه هستن. در ضمن من 9 تا آلبوم تا به حال از آثارم بیرون اومده که آخرین آلبوم در ماه مارچ بیرون آمد با کمپانی ناکسوس به اسم وجود عشق یا The Being of Love. و من این رو به اصطلاح برای دکتر ورزگر این لینک ها رو فرستادم و اگر شما لطف کنین برای دوستان بفرستین که اگر دوستان خواستن میتونن در یوتیوب این آوازها رو بهش مراجعه کنن. ترانه دومی که برای شما میخوام بذارم ترانه معروف مستم مستمه که ترانه معروف شیرازیه و فکر میکنم همه دوستان اون رو بشناسن، ولی من این رو میخونم برات. یک گلی گوشه چمن، گوشه چمن تازه شکفته، تازه شکفته، نه دستم بهش میرسه، بهش میرسه، نه خوش میگفته، نه خوش میگفته، مسوم 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 تیغ بریده دستم. در اینجا این ترانه با هارمونیایی مثل جاز مخلوط میشن و دوباره یک حالت و یه سنتز جدیدی رو به دست میدن. به ترانه مستم مستم با هم گوش میدن. این ترانه مستم مستم از مجموعه آوازهای محلی شماره 14 بود. خواننده خانم جنا بیتی و ارکستر مدرن بوستون بود به رهبری آقای گیل روز و اینها در یک CD از طرف کمپانی بی ماپ ساوند آمده در اینترنت موجود هست و همطور گفتم در یوتیوب هست. تنها کاری که شما میکنین که اسم منو بنویسین با اسم قطعه رو و این رو به شما میده. در اینجا میریم به دوره سوم آهنگسازی من که من اون رو بازگشت به اصل نام گذاری کردم.
همونطور که در اول صحبتم گفتم، در هنرستان عالی موسیقی به ما موسیقی ایرانی درس داده نمیشد و در دوره تحصیلاتم در اروپا و آمریکا هم من فقط موسیقی اروپایی رو تحصیل کردم. اما با گسترش کار من بر روی ترانه های محلی ایران، من شروع به تحقیق درباره موسیقی محلی ایران کردم و با مسئله ای مواجه شدم که زندگانی موسیقی من رو به کلی دگرگون کرد. در تحقیق ترانه های محلی ایران متوجه شدم که این ترانه ها همه با هم ربط دارن، صرف نظر از اینکه کجای ایران هست. مثلا یک ترانه تالشی بگیریم که در شمال ارض شمالی ترین نقطه ایران هست، و یه ترانه بوشهری بگیریم که در جنوبی ترین نقطه ایران هست. اینا از لحاظ ساختار و المان هایی که ترانه رو میسازه با هم خیلی شبیه، ولی بینشون در حدود 2000 مایل فاصله است. اینا چرا با هم رابطه دارن؟ همچنین مثلا ترانه‌ای که از خراسان هست با ترانه‌ای که از بوشهر هست با هم ساختارشون تقریبا خیلی نزدیک هم. این برای من تعجب انگیز بود، مثل اینکه اینها همه فرزندان یک مادر هست و من کنجکاو بودم که بدونم این مادر کیست. بعد از تحقیق متوجه شدم که مادر تمام موسیقی ایران سیستم موسیقی ایران، یعنی سیستم دستگاه مقام. این سیستم یکی از گسترده ترین و پیچیده ترین سیستم های موسیقی در دنیا بود. در اینجا من وارد مسائل تکنیکی سیستم دستگاه مقام نمیشم، اما اگر دوستان سوالی داشتن با کمال میل در سوال جواب توضیح میدم. به خاطر تحصیلات اروپا محوری من اطلاعات دقیقی از این سیستم نداشتم و شروع کردم به یاد گرفتن روز و شب این سیستم. چون من ساز ایرانی نمیتونستم بزنم، با کمک دوست و همکارم آقای اریک بارندالر یک نرم افزار فواصل موسیقی ایران و یک کیبورد به نام ارغنون درست کردم که تمام فواصل موسیقی ایران رو با دقت میتونه بازسازی کنه. با کمک ارغنون به مطالعه روز شب سیستم موسیقی ایران، یعنی سیستم دستگاه مقام، پرداخت و ابتدا ردیف سازی موسیقی سنتی رو حفظ کردم و بعد شروع به حفظ کردن ردیف آوازی موسیقی سنتی شد. در واقع این آغاز دوره ای هست که از سال 2000 شروع میشه که من آن رو بازگشت به اصل میخونم. به قول مولانا، هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. در سال 2000 میلادی کاملا از سیستم موسیقی اروپا بریدم و شروع به ساختن آثاری کردم که بر اساس سیستم موسیقی ایران، یعنی سیستم دستگاه مقام، قرار دارد. سیستم دستگاه مقام سیستم بی نهایت گسترده ای. اگر سیستم موسیقی اروپا رو به منظومه شمسی تشبیه کنیم، سیستم دستگاه مقام کهکشان راه شیری. منظومه شمسی در کهکشان راه شیری جا میگیره، ولی کهکشان راه شیری نمیتونه در منظومه شمسی جا بگیره. مقصود من اینه که با استفاده از سیستم دستگاه مقام، آهنگساز میتونه از هر نوع موسیقی که میخواد خلق. اما این کار با سیستم موسیقی اروپا شدنی نیست، زیرا این سیستم فواصل به خصوص موسیقی ایران رو نداره. در ابتدا شروع کردم به ساختن قطعاتی که من اون رو خوشنویسی یا کالیگرافی نامگذاری کردم، مانند خوشنویسی شماره 1، خوشنویسی شماره 2، خوشنویسی شماره 3 الی آخر.
اکثر این آثار برای سازهای زهی هستند، زیرا سازهای زهی به خوبی میتونن فواصل موسیقی ایرانی رو اجرا کنن. در آثار این دوره تمام ساختارهای قطعه مانند نغمه، فرم، هارمونی، ملودی، ریتم و غیره به تمامی از سیستم دستگاه مقام استخراج شد. در اینجا با هم قطعه زن خوشنویسی شماره 2 رو گوش میکنیم. این قطعه برای کوارتت زهی نوشته شده و بر اساس مقام بیات زن یا بیات ترک قرار داره. بیات زن یا بیات ترک توسط ویولون اول نواخته میشه و بقیه کوارتت با حالتی خیلی آرام ویولون رو همراهی میکنه. نغمه بیات ترک تقریبا مثل این هست: یارا 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 کن 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 یارا این رو شما در اول قطعه میشنوید. پس اینجا به قطعه زن با هم گوش میکنیم.
اجرا کننده های قطعه کوارتت زهی لاتینو آمریکانو بودن، کوارتتو لاتینو آمریکانو، و سولیست ویولون آقای ساول بیتران بودن. دوباره این قطعه در آلبومی هست به اسم کالیگرافیز و در اینترنت موجوده، در یوتیوب موجوده، و خود قطعه زند اسمش از زند کالیگرافی شماره دو، کالیگرافی نمبر تو، اون هم در اینترنت در یوتیوب موجوده و شما میتونین اگر خواستن دوستان به اون مراجعه. در مرحله دوم این دوره من به دو تا مسئله پرداختم. یک، ساختن آثاری برای سازهای ایرانی و ارکستر. دو، گسترش سیستم دستگاه مقام از موسیقی مجلسی به موسیقی ارکسترال و موسیقی ارکستری. توجه کنیم که ارکستر یک پدیده اروپاییه و گنجاندن این پدیده در سیستم دستگاه مقام چالش های زیادی رو در بر میگیره. اما همونطور که گفتم سیستم دستگاه مقام سیستم بسیار وسیعیه و حتی میتونه یک پدیده اروپایی مثل ارکستر رو هم در خود بگنجونه و بر این چالش ها غلبه کنه. از آثاری که من برای سازهای ایرانی و ارکستر ساختم میتونم از کنسرتو برای نی و ارکستر که دو موومان اون رو امشب با هم خواهیم شنید، دوب کنچرتو برای کمانچه، نی و ارکست به نام سگاه، قطعی به نام آوای کهن برای ترومپت ایرانی و ارکست، و قطعه چهار سگاه برای کمانچه و ارکست اشاره. همچنین قطعاتی برای موسیقی مجلسی و سازهای ایرانی مانند قطعاتی برای سنتور و کوارتت زهی نوشتم که بیشتر اونها رو برای استادم دکتر داریوش ثقفی نوشتم و اینها همه ضبط شده و دوباره در یوتیوب موجود است. در اینجا ما مومان دوم و سوم قطعه کنسرتو برای نی و ارکستر رو به نام روبان وسط بیواژه رو با هم میشن. در اینجا توضیح کوتاهی در مورد این کنسرتو میخوام بدم. روبان وسعت بیواژه، کنسرتو برای نی و ارکستر، پروژه مشترک ارکستر مدرن بوستون و ارکستر مجلسی لس آنجلس بود و در سال 2003 نوشته شد. این قطعه برای دوست عزیزم آقای خسرو سلطانی نوشته شده که تمام اجراهای این قطعه رو ایشون انجام داد. اجرای اول شرق آمریکا در سال 2006 توسط ارکستر مدرن بوستون به رهبری گیل روز و آقای خسرو سلطانی سولیست نی. اجرای اول غرب آمریکا در سال 2007 توسط ارکستر مجلسی لس آنجلس و آقای خسرو سلطانی سولیست نی. اجرای اول در اروپا در سال 2009 در شهر وین و در تالار تاریخی موزیک فراین سال که یکی از قدیمی ترین و تاریخی ترین تالارهای موسیقی دنیا هست اجرا شد با ارکستر آستریا سلوواکیا فیلهارمونیا به رهبری آقای آندریاس شوله. کنسرتو اجراهای مختلف در آمریکا و اروپا داشته. آخرین اجرا در 24، 25 و 26 ژانویه 2020 در شهر رن فرانسه بود با ارکستر سمفونیک بریتانی و سولیست آقای خسرو سلطان. در اینجا مهمان دوم و سوم کنسرتو رو با هم میشنم. یک توضیح کوتاه در مورد این مهمان ها میدم. مهمان دوم بر اساس دستگاه همایون قرار داره. در این مهمان یک دیالوگ بین ارکستر و نی به وجود میاد که نی و ارکستر مرتب به سوال جواب با یکدیگر میپردازند. نغمه های نی و
بر اساس گوشه‌ای از همایون هست به اسم راز نیاز، که در اول قطعه نی اون رو می نوازه. من راز نیاز رو برای شما می خونم. راز نیاز اینجوریه: دارای دای دای دای، 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 دارای دای دای دای. این رو نی در اول قطعه میزنه و بعد قطعه گسترش میده. در اینجا موومان دوم فالسطو نی رو با هم گوش میده. Thank you.
البته توسط آقای خسرو سلطانی سولیست و ارکستر مدرن بوستون به رهبری گیلروز هست، در آلبومی هست به اسم رو به آن وسعت بیواژه، Toward That Endless Plain اسم آلبوم هست، در یوتیوب موجوده و شما میتونید در یوتیوب این رو پیدا بکنید. و حالا موومان دومه، موومان سومه کنسرتونی رو با هم گوش میکنیم. موومان سوم بر اساس آواز دشتیه و با گوشه دیلمان شروع میشه. آواز دشتی با نی، گوشه دیلمان با نی نواخته شده و برخی سازهای ارکستر به اون جواب میدن. در واقع یه دیالوگ دیگری بین ارکستر اروپایی و ساز ایرانی برقرار میشه. گوشه دیلمان به این ترتیبه: دارای نی دارای نی دارای نی دارای نی دارای 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 عین همین رو نی در اول قطعه می نوازه. حالا ما به موضوع سوم کنسرتوی نی با هم گوش Thank you.
بک نواز نی دوره آقای خسرو سلطانی بودن. ارکستر ارکستر مدرن بوستون هست به رهبری آقای دیروز و از همون آلبوم رو به عنوان سفیر واژه Toward That Endless Plain هست که این عنوان سوم کنسرت نی هست. در اینجا صحبت من تموم شد و فکر میکنم وقت داریم برای سوال و جواب و خیلی خوشحال خواهم شد که اگر هر سوالی داشتیم من تا اونجایی که میتونم جواب بدم. من الان بذارید اجازه بدید استاپ شیرین کنم. اوکی.